سالی نوازندگی ساز رو شروع کردین؟ من از کودکی با موسیقی آشنا شدم. نزد عموی خودم ساز پیانو رو شروع کردم و به دلیل علاقه‌ای که داشتم به موسیقی وارد هنرستان موسیقی شدم و ساز تخصصی عود رو برای من انتخاب کردن و من علاقه خاصی به این ساز پیدا کردم. نزد استاد منصور نریمان شروع به کار کردم و سال 78 فارغ التحصیل شدم از هنرستان موسیقی دختران و سال 79 وارد دانشگاه هنر کرج شدم و تا مقطع کارشناسی ارشد در اونجا کار موسیقی رو ادامه دادم. چرا ساز عود؟ ساز عود من اولین بار که دیدم تقریبا برام خیلی ناآشنا بود، ولی یکی از کسانی که در هنرستان کار میکردن، خانم پاشایی که یادشون گرامی، ایشون ساز رو نواختن و من بسیار علاقه‌مند شدم و هم به جهت ظاهر و هم به جهت صدایی که داشت این ساز من رو جذب کرد. و طبعا خب جناب استاد نریمان هم خیلی تاثیر داشتن، ایشون واقعا مثل یک پدر بزرگ بزرگوار واقعا کمک کردن و بسیار مهربان بودن و باعث شد که من علاقه شخصیم در واقع خیلی بیشتر بشه. خانه موسیقی میتونم بگم صرفا فقط یک عضو بودم، یعنی من حتی برای کارت دعوتی هم برای من هیچ وقت صادر نشده بود، علیرغم اینکه پرداخت های اونجا رو ما داشتیم همیشه، ولی تا جایی که من میدونم خیلی صرفا فقط از بیمه اونجا دارم استفاده میکنم و در همین حد میگم. به هر حال روزهای اول توی جلساتشون شرکت میکردیم، ولی خب متاسفانه خیلی تاثیر اساسی ندیدیم در کار و روند همون روندی بود که در سابق بود و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. من فعالیت هایی که داشتم تقریبا از زمانی که دیپلم گرفتم، دیپلم هنرستان موسیقی گرفتم، با گروه های مختلف کار کردم، تقریبا میتونم بگم با تمام خوانندگان جوان که الان به هر حال خوب مطرح هستن فعالیت داشتم، اجرای کنسرت داشتیم چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و آلبوم هایی که کار کردم سوگواران خاموش بود به خوانندگی آقای علیرضا قربانی و با گروه هم نوازان حصار که آقای هماین شجریان خواننده بودند و اجراهای متعددی داشتیم در شهرستان‌ها و در تهران که با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. همینطور آقای سالار عقیلی که کارهای آقای متبسم رو خوندن و چند آلبوم بود که در واقع من هم باعث خوشحالی بود که تونستم باشون همکاری بکنم و عرضم به خدمتتون در کار برفخانی هم فکر میکنم فقط اجرای کنسرت بود که آقای با آقای محمد معتمدی اجرا داشتیم و کارهای جانبی هم بود. به هر حال گروه های بانوان و فعالیت هایی که با دوستان و همکار داشتیم، ولی در مجموع به طور ثابت توی گروه خاصی نیست؟ نه خیر، الان به این شکل نیست، ولی مدتی هم در ارکستر ملی بودم، البته خب تایمش خیلی کوتاه بود، ولی به هر حال این فعالیت ها رو داشتیم. تدریس موسیقی، بله، من تقریبا از سال 86 هنرستان موسیقی دختران تدریس میکردم تا سال فکر میکنم 93 یا 94. بعد از اون وارد هنرستان پسران شدم و هنرستان موسیقی پسران اونجا تدریس میکنم. الان از که 3 سال هم هستش در دانشگاه علمی کاربردی واحد 11 مشغول تدریس هستم به عنوان مدرس عود. موسیقی که الان به عنوان موسیقی دستگاهی یا موسیقی ردیفی در واقع در جامعه موسیقی و موسیقی شهری تا حدودی میتونیم اسم ببریم، این موسیقی تقریبا نزدیک به 100 سال قدمت داره و نوازندگان تار و در کنارش نوازندگان سنتور خیلی تاثیرگذار بودن
و میگم خب علیرغم اینکه ساز عود یا ساز قانون به هر حال این دو تا ساز خب چون هر دوشون هم سازهای ایرانی بودن اما خب متاسفانه حالا به دلایل فرهنگی نمیدونم چی بوده که کم کم این سازها کشورهای عربی یا حتی کشورهای ترک زبان گرایش پیدا کرده و این سازها به اونجا برده شده و بسیار هم توانا هستن خیلی نوازندگان قدر و خیلی توانایی هم دارن و حتی ردیف موسیقی ایرانی که به هر حال در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده در واقع یکی از مهمترین مقولاتی که در واقع در موسیقی ایران ثبت شده در جامعه جهانی ثبت ردیف بوده بر اساس ساز تار بوده در واقع بعد از گذشته این زمان ها میگم به هر حال خب خود استاد نریمان تقریبا از 50 تا 60 سال پیش که تقریبا این ساز رو تازه ایشون هم مثلا خب استاد مطمئن نداشتن استادی که بخوان حضوری در افتخار اینو داشته باشن که بتونن کار بکنن صرفا از رادیوی مصری یا مثلا نوت هایی که به دستشون میرسیده کم کم شروع میکنن یه سری قطعه میسازن خودشون خب به هر حال تکنیک و توانایی بسیار زیادی داشتن در دوران جوانیشون و کم کم یه سری قطعات ساخته میشه و خب هنرجویانی که از ایشون در واقع به یادگار مونده الان مثل استاد حسین بهروزنیا یا استاد محمد فیروزی یا اساتید دیگه که به هر حال فعالیت میکنن به هر حال اون تأثیر رو گذاشته ولی خب میگم شاید واقعا سلیقه شنیداری مردم ایران یه مقدار به سمت میگم برای خب 100 سال کم نیستش یه مقدار عادت کردن و شاید یه ذره زمان ببره اینکه ما بخوایم به هر حال صداهای جدید یا اینکه صداهایی که به هر حال از هزاران سال پیش در کشور ما بوده ولی خب الان کم رنگ تر شده در واقع بتونیم دوباره به دستشون بیاریم چشماندازی که من از موسیقی آینده و مخصوصا موسیقی ایرانی و ساز خودم در واقع میبینم تمام اینا منوط به نوازندگان، آهنگسازان و فضایی که در واقع ایجاد میشه در واقع حالا در کشور یا خود تک تک هنرمندان به هر حال چقدر حضور دارن، چقدر میتونن فعالیت بکنن و چقدر براشون مهم باشه این قضیه در وهله اول فکر میکنم کاملا یه سری اعتقاداتی رو باید داشته باشن که احساس مسئولیت بکنن نسبت بهش حالا میتونه در زمینه تدریس باشه، میتونه آموزش درست باشه، میتونه تولید انبوه موسیقی باشه و تمام اینا بستگی به هنرمندان و کسانی داره که در واقع در این حیطه دارن کار میکنن خب ساعت حدوداً 5-6 دقیقه به 2 بامداد روز جمعه است و گپ و گفتمون رو ادامه میدیم با علیرضای کهندری عزیز از جمله آهنگسازانی بودی که در